عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت دوستان برادران عزیز و ارجمند. ببینیم که آقای آریای سیروس با اینکه سوالاتی رو طرح میکنند برای مالکشی بر اشتباهات آقای رضای تابنده و میگه من سوال دارم و بهش میگیم که خب آقا شما الان بیایید و سوالات خودتون رو به همراه آقایان خمسه از آقای دکتر آزمایش بپرسید و سوالات آقای دکتر آزمایش و دادخواهان و کسایی که معترضن به شرایطی که برای حضرت آقای مجذوب علی‌شاه پیش آوردید پاسخ بدید. ولی میبینیم که نه، علاوه بر این که استقبال نمی‌کنن، در حال گول زدن دراویش هم هستن، به طوری که اومدن آیه 28 سوره آهن حدید رو آوردن و اون رو منتشر کردن، در حالی که خب این آیات در زمان و مکان مناسبش باید به کار بره، نه اینکه شما بخواید برای مقاصد شومتون از اون استفاده کنید. برای تعیین جانشین حضرت آقای مجذوب علی‌شاه راهکار دادند، شما هر چی هم که بخواهید این قطبیت شورایی رو به زور بخواهید برای فقرا قرار بدید و فقرا رو وادار کنید که این قطبیت شورایی 5 نفره رو بپذیرن، دلشون پذیرا نیست و حتی کسایی هم که رفتن تجدید کردن اکثرا بیان میکنن که این آقا نیست. حالا بعضی هاشون مثل که از این حرکتی که کردن به قول معروف خودشون رو آروم کنن، میگن این آقا واسطه است، در حالی که حضرت آقای مجذوب علی‌شاه راهکار گذاشتن، فرمودن نص و اثر، نص صریح یعنی بدون اما و اگر، بدون چون و چرا، بدون هیچ صراحتن، این آنچه که حضرت آقای سلطان علی‌شاه برای آقای نور علی‌شاه، حضرت آقای نور علی‌شاه برای آقای سال علی‌شاه، حضرت آقای سال علی‌شاه برای آقای رضا علی‌شاه، حضرت آقای رضا علی‌شاه برای آقای محبوب علی‌شاه، حضرت آقای محبوب علی‌شاه برای حضرت آقای مجذوب علی‌شاه نوشت، بدون اما و اگر صراحت باید داشته باشه. این سنت درویشیه، اگر کسی این رو قبول نداره طبق فرموده یه حضرت آقای مجذوب علی‌شاه انکار کننده نص شیعه نیست، حالا هر کی میخواد باشه. تازه میفرمایند به واسطه گسترش نسل بشر که امکان جهل و این صحبت رو زیاد شده، میفرمایند اثر هم پیش همونه که نص باشه و اثر رو باید درک کنی، بعد از اون باید تسلیم ولی خدا بشی، یعنی نص رو ببینی اثر رو درک کنی بعد تسلیم اون ولی خدا بشی، اون شخص ولی خداست. قطبیت شورایی که در سلسله گناه‌آبادی که سلسله حق است از ازل تا ابد ادامه داره، اصلا جایگاهی نداره. خدا با یه نفر در ارتباطه، یک نفر. حرف خدا هم همونطور که حضرت آقا فرمودن، این آقایون 5 نفر نظرشون گاهی اوقات با نظر من مخالف نظر حضرت آقا بوده، چاره‌ای نداشتن تایید میکردن، ایشون چاره‌ای نداشتن تایید میکردن. حالا شما هی میخواید بیایید که بگید نه اینطوری نیستش، دقیقا همین فنی که به سلاسل مختلف جمهوری اسلامی این ضربه رو زده و پس از تصرف اینا رو شورایی کردن، دست بردن داخلش، هزاران سال فلان سلسله اصلا اینا عقاید خاص داشتن، اصلا اینا نماز نداشتن، نماز رو وارد کردن در اینها و الان هم ما داریم میبینیم کامل مسیر چرخیده و انگار که نه انگار که در همین 40 و چند سال این همه مصیبت ها بر سر اقطاب و مشایخ و فقرا این سلسله رفته، این همه اماکن تخریب شده، اصلا یک جوری شما دارید تاریخ رو وارونه جلوه میدید و من
اینجا دارم به شما میگم، شما اگر صداقت دارید که تا الان مشخص صداقت ندارید، سوال دارید، چون بالاخره شما یک قطعا از طرف آقای جذبی دارای اجازه هستید. اگر واقعا آقای جذبی حالا تا یه حدی قبولش دارید، اگر نه که از طرف آقای رضا تاونده که خودش ناصراحتا چندین بار در قامت رهبر دراویش اومده و اذهان فقرا رو منحرف کرده از مسیر اصلی و به کارهای دیگه مشغولشون کرده، خب آقا هماهنگ کنید با هر کس که مسئولتون هست، بیایید اون آقایون 5 نفر تشریف بیارن، شما و هر تعداد افرادی هم که میخواید تو این جلسه صحبت کنید بیایید، آقای آزوش هم 1 نفره 1 نفره بیاید اونجا صحبت کنید، هم سوالات پاسخ و سوالات ما بدید، هم اینکه پاسخ سوالات خودتون رو بگیرید. اگر واقعا دنبال چون دراویش دلشون قابل تصرف نیست، اینجور نیست که شما هی بیاید سیاه نمایی کنید و هی بیاید استفاده از قرآن کنید. این آیه‌ای که الان آوردی بهش استناد کردی مال دوران استاندارده، مال زمانی بود که حضرت آقای مجذوب علی شاه تشریف داشتن، آقای حسین علی کاشانی میرفت شهرهای مختلف میگفت آقا مکتب رو حفظ کنید، ول کنید حضرت آقای مجذوب علی شاه رو، همین آقای میریونس جعفری، آقای دکتر هرسینی بودن که میرفتن در کبار در جاهای مختلف که متاسفانه صداشون هم موجوده، ولی خب دیگه فکر میکنن اگر این رو الان منتشر کنن اون افراد مثلا گناه بسیار بزرگی مرتکب شدن، این خیانت اینا رو افشا کنه. خب در اونجا هم صراحتا گفتن آقا چاقو گذاشتن زیر گلوی حضرت آقا، شما تکون نخورید، یعنی از این فرهنگ رو انداختن. این پایداری و مقاومتی که شما دارید بهش استناد میکنید در این آیه 28 سوره حدید، این مال اون زمانه که فقرا محکم باشن و مشت محکمی بزنن به دهن اون کسی که خلاف امر حضرت آقای مجذوب علی شاه حرف میزنه با هر درجه یا هر جایگاهی. این مال اون زمانه، مال این زمان نیستش که ولی خدا الان مشخص نیست 5 نفر اومدن یه قطبیت شورایی رو انداختن راو و واسه خودشون هم دارن آقا در دامن به قول آقای رضای تاونده و دوستان در دامن نظام مقدس دارن واسه خودشون زندگی میکنن و اینجوری نیستش. شما گفتم صداقت که تا الان نداشتید، ولی اگر داشتید این تنها راه عادلانه موجوده که میشه بهش پرداخته بشه. خدا نگهدار همه دوستان عزیز.